اختلافات تازه میان غنی و عبدالله روی چگونگی اعطای رتبه مارشالی با عبدالرشید دوستم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. اختلافات تازه میان غنی و دکتر عبدالله روی چگونگی اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم. منابع میگویند که چگونگی اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم با اختلافهای میان اشرف غنی و عبدالله روبرو شده است. با گزارش سپوتنیک با نقل از طولو نیوز، درج واژه های مارشالی افتخاری یا مارشال اعزازی در فرمانی که قرار است به زودی از سوی رئیس جمهور غنی برای اعطای این رتبه بلند نظامی به عبدالرشید دوستم بدهد، با مخالفت عبدالله عبدالله و عبدالرشید دوستم روبرو شده است. این منابع میگویند که قرار بود که رئیس جمهور فرمانش را با محتوای مارشال افتخاری برای دوستم در روز امضای توافقنامه سیاسی صادر کند، اما آقای عبدالله با درج این واژه مخالفت کرده است. ظاهر عظیمی نظامی پیشین گفت متاسفانه که یک قانون مدون تصویب نشد که مشخص کند کیها می توانند مارشال شوند و در رتبه مارشالی چه تشریفاتی است و رتبه مارشالی چه طور تفویض می شود. میرزا محمد یارمند نظامی پیشین دیگر نیز افزود یک چنین رتبه ها به شکل تعاملات سیاسی تفویض شده، به شکلی که در دنیا معمول است آن طور نیست. ارگ ریاست جمهوری در مورد این اختلافات چیزی نمیگوید، اما برای عملی ساختن توافقنامه سیاسی میان رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله عبدالله تاکید می‌ورزد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در این باره اظهار داشت امضای توافقنامه سیاسی یک گام مهمی بود برای حل چالش های سیاسی در کشور و حکومت افغانستان تعهد کامل دارد که تا مواردی که در توافقنامه سیاسی آمده آنها را عملی بکند. از سوی دیگر بشیر احمد تیانج سخنگوی عبدالرشید دوستم در مورد اینکه آیا رتبه اعزازی یا افتخاری مارشالی را آقای دوستم میپذیرد یا نه چیزی نمیگوید. او اظهار داشت مارشال صاحب عبدالرشید دوستم رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان من حیث یکی از رهبران افغانستان و عضو شورای امنیت طی یک مراسم ویژه در آینده های نزدیک در ولایت کابل حضور می داشته باشند. در بند نخست بخش پنجم توافقنامه سیاسی میان دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله به اعطای رتبه جنرالی به مارشال عبدالرشید دوستم رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان تأکید شده است. بر بنیاد این توافقنامه آقای دوستم با به دست آوردن رتبه مارشالی عضویت شورای عالی دولت و عضویت شورای امنیت ملی را نیز خواهد داشت. سخنگوی ارگ ریاست جمهوری در پاسخ به سوال مبنی بر اعطای رتبه مارشالی به جنرال عبدالرشید دوستم معاون پیشین ریاست جمهوری میگوید که هدف حل اختلافات سیاسی است. صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری در یک نشست خبری در کابل در رابطه با اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم گفت یکی از خواستهای طرف مقابل همین بوده
و بحث در این زمینه جریان دارد، ولی وقتی جزئیات نهایی شد آنها را با مردم افغانستان شریک خواهیم ساخت. هدف رئیس جمهور این است که این اختلافات حل شود. صدیقی تصریح کرد: به مردم افغانستان اطمینان می دهم که رئیس جمهور کاملا متعهد به دریافت راه حل برای این چالش سیاسی است و تمام اقشار سیاسی خود را در کابینه آینده خواهند دید. اما آنچه که صورت می گیرد در چارچوب قانون اساسی کشور خواهد بود. با تشکر که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. وقت خوش داشته باشید.